آشغال از روی ترک جمع کرد. داره که یک جمع زرگری باشه یه هم نه تنها مواد غذایی که بهای نفت نیز در بازارهای کابل به گونه بی سابقه افزایش یافته است. یک لیتر تل دیزل 101 افغانی و پترول هم 85 افغانی. حداقل 5 تا 10 افغانی افزایش در ظرف 10 روز گذشته. رانندگان دست به اعتراض زدند. میگویند بیشتر درآمد روزانه ایشان صرف خرید تل می شود. گفتند اگر وضعیت کنترل نشود دست از کار کشیده و وسایلشان را متوقف می کنند. در کابل کرایه‌های موتر در برخی مسیرها دو برابر شده است. اتاق تجارت می گوید دلیل اصلی این مشکل عدم انتقال پول از افغانستان به کشورهای بیرونی است. برخی هم گفتند قیمت تل در بازارهای جهانی افزایش یافته و جنگ اوکراین مسبب این وضعیت است. در این برنامه از شما میپرسیم افزایش قیمت تل چه مشکلاتی را برای شما به بار آورده است؟ آیا کرایه های موتر در مناطقی که شما زندگی میکنید افزایش یافته است؟ و وظیفه حکومت برای حفظ ثبات و کنترل قیمت ها چیست؟ سلام، خوش آمدید، اینجا با مردم است و من علی رضایی در برنامه امشب یک ساعت در خدمت شما هستم. خوشحال هستم که امشب هم شما را با خود داریم. موضوع برنامه امشب هم همون قسمی که روی مانیتور میبینید افزایش قیمت تل هست. دو پرسشی که در روی مانیتور میبینید این که افزایش قیمت تل چه مشکلاتی را برای شما به بار آورده است و وظیفه حکومت برای حفظ ثبات و کنترل قیمت ها چیست. دو پرسشی که ما امشب مطرح میکنیم از شما و امیدوار هستیم که شما تماس بگیرین به برنامه خودتان و به این دو پرسش پاسخ ارائه بکنین. اینجا هم پل ارتباطی ما با شماست. شماره تماس برنامه 020-25-11-566. شماره تماس برنامه یک بار دیگر خدمت شما، شماره تماس برنامه را عرض میکنم 020-25-11-566 شماره تماس برنامه است. شما میتونین از همکنون در برنامه خودتان تماس بگیرین و روی دو پرسشی که روی مانیتور پیشتر مشاهده کردین پاسخ ارائه بکنین. اینجا هم صفحات مجازی ما فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، تویتر و جیمیل 5 پل ارتباطیه که شما میتونین از این طریق هم در برنامه وصل شوین. بخصوص در صفحه فیسبوک برنامه با مردم میتونین مراجعه بکنین، کامنت بگذارین. حتما کامنت های شما در برنامه به خوانش گرفته میشه. همون قسمی که آقای طاهر حسنی کاریزی، انور خاوری، حبیب الله قاسمی، علی خادم رستگار و عبدالله علیزاده دوستایی هستن که کامنت گذاشته، حتما این کامنت ها در برنامه به خوانش گرفته میشه. از شما دوستان هم میخواییم که در برنامه خودتان در صفحه فیسبوک برنامه با مردم مراجعه بکنین، با ما کامنت بگذارین، حتما کامنت های شما در برنامه به خوانش گرفته خواهد شد. در آغاز برنامه از شما دوستان میخواییم که وقتی تماس میگیرین یک جایی خوب برتون انتخاب بکنین تا اینکه بتونیم خوب صحبت بکنیم و هیچ اخلالی هم در برنامه وارد نشه و یک مقدار هم از تلویزیون همراه فاصله بگیرین تا اینکه بتونیم خوب صحبت بکنیم. نخستین تماس از ولایت بامیان از منطقه مرکزی کشور داریم. آقای امیرداد از بامیان روی خط است. جناب آقای امیرداد سلام بر شما، وقت شما بخیر. سلام برادر بر شما و بر شنوندگانتون. در این برنامه زیبای شما سلام زیاد عرض می‌دارم. لطف می‌کنین. سلام بر شما آقای امیرداد، خوشحال شدیم که به عنوان نخستین تماس شما را از بامیان داریم. در کابل قیمت تل به گونه بی سابقه افزایش پیدا کرده، در بامیان وضعیت چطور است؟ بامیان بدتر از او است، تلش پیدا نمیشه، گرفتاری های مردم زیاد شده، خاطاتی بیخی به از حد گذشته دیگه، مردم سرگردان و پریشان و حال بسیار خراب است. برادر محترم از برنامه شما زیاد تشکر که از احوال مردم از هر گوشه و کنار افغانستان در شما احوال میگیرید. بسیار خوشبخت هستم، بسیار زیاد تشکر. آقای امیرداد اگر یک مقدار وارد جزئیات بشیم، قیمت تل دیزل این روزها در بامیان چقدر رسیده؟ به همون قسم افغانی رسیده. به چند؟ 110 افغانی. خود من راننده موتر هستم.
110 افغانی در بامیان تل سودا میشه. و پترول؟ پترول 90 رپه 88 رپه 87 رپه سودا میشه. پس با این حساب نسبت به کابل تقریبا میشه گفت بین 80 افغانی بلند است بامیان. در کابل رانندگان و موترهای شهری همین چند روز پیش یک اعتراضی داشتن و گفتن که اگر قیمت‌ها پایین نبیه شاید دست از کار بکشن. در بامیان چطور هست؟ اصلا میصرفه با توجه به نرخ بلند قیمت تیل کسب و کار؟ احتمال داره کمی قضیه در بامیان هم رخ میده. اول که در مرکز رخ میده شاید در بامیان هم همینطور چیزا به وجود بیه. کلگی یک وضعیت شده، یک سرسام‌آوری و هم چسبیده در مردم و در ملت، کمی راننده ها و در کل جای نمیره کم. قیمت کرایه های موتر هم تغییری کرده تا هنوز؟ تغییر کرده، دو سه روز شده. همین کسایی که مثلا 20 رفت تا همی فولادی رو مورد آلی مثلا 30 رفت میگرد در اشار هم از این سری گوشه در ایسای یک در رفت که برای چه میگرفت یا موتر ها میگرفت اونا هم 20 رفت میگرد. کلی چیز تغییر کرده از آل خود. آقای امیرداد، اگر نرخ یک سال پیش ببینیم قیمت دیزل، فیلتر دیزل یک سال پیش حدود 45 40 افغانی، نهایتش 50 افغانی بود ولی فعلا رسیده به 110 افغانی. اصلا میشه با این وضعیت کار کرد؟ دیگه من بسیار پایین بود، 38 35 رفت بود. مو که همیشه خرید و فروش میکنیم، کابل میمدیم بامیان ما رفتیم کابل میمدیم. حالی خوب بخید سه چند شده و برادر محترمی، با این وضعیت میشه کار کرد؟ نه بابا، خطا این کار ما دیگه سقوط میکنه. از یک آدم از کابل تا بامیان 1500 کرا تلک کنی بشاره داده میتنه میره. درست. یافت 600 تا کرا بود حالی در این 1500 تا دزو بشاره چی رقم میره پوره کنه. درست. به نظر شما دلیل این گرانی چی بوده میتونه؟ همین عدم دستگی دولت مثلا به می کنترل نداره. هر کس در جای مافیا ده خود خو یعنی میره کم یک بندر جور کرده تل میاره بازار سیاه کرده سودا میکنه. یک جان سپاس از تماس شما جناب آقای امیرداد از بامیان. صحبت های آقای امیرداد با هم شنیدیم. قیمت فیلتر تیل دیزل به 110 افغانی فاجعه است. در کابل امروز به 100، گاهی هم به 101 افغانی مبادله شده که سر و صدای بسیار زیادی را خلق کرده در کابل. در بامیان این رقم به 110 افغانی رسیده که این دیگه فاجعه است بدون شک. همون قسم یه فیلی ترتیل پترول هم به 88 تا 90 افغانی رسیده که نسبت به یک سال قبل اگر بخوایم یک قیاسی داشته باشیم فرقش همون زمین آسمان هست. تماس داریم از کابل، جناب آقای موسوی روی خط است. آقای موسوی سلام بر شما. سلام علیکم بر شما. سلامت باشین. آقای موسوی، موضوع برنامه امشب در جریان هستین یا خدمت شما؟ هستیم. خب قیمت تیل چقدر رسیده امروز در بازار کابل در جریان هستیم؟ برادر محترم، جهنم روی دنیا شده. افغانستان جهنم روی دنیا است. فیلتر تیل دیزل و فیلتر تیل پترول در بازار امروز کابل چند بوده؟ هرچند ما رقم داریم که 85 افغانی پترول، 101 افغانی دیزل. همین قسمت است یا تغییرات آمده؟ ما خودم موتورسیکل دارم دیگه، موتور کوچیک دارم، ندارم موتورسیکل دارم. دیشب ما خودم از تانگ تل از مربوطی از شش فیلتر تل پترول 85 افغانی انداختیم. دیگه برای خودم که من موتور ندارم، برای خودم یک جهنم افغانستان رو میبینم در کل. آقای موسوی، از یکی پرسیدم همین یکی دو روز اخیر که ترافیک در کابل یک مقدار سبک شده. باور او این بود که قیمت تیل یک از دلایل عمده است که موتردارا موترایشون از خانه نمیکششون. این چیزیست به نظر شما؟ دلیل عمده ایش است که مردم توانایی نداره، مردم برای مردم کار و بار نیست. یک مسئله دیگه که اصلا ما کدام سر نخواست دولت نداریم، مثلا ما هیچ امیدی آینده نداریم. در کل افغانستان در کل اگر بسنجیم یک جهنم روی دنیا است. چیز دنیای رقمی نیست که یک بر آزار در یک شب کل نرخا بالا بره، در فیصدی هم پایان نبیه. وظیفه حکومت در این وضعیت چی هست آقای موسوی؟ به نظر ما این فقط همه تجارای ما و شما هست که فقط در فکر جیب خود هست که جیب خود هست دیگه برای مادم غریب کنم نظر خاصی نداره.
فقط این تجارت که فقط جیب خود پر میکنه از خون ملت، از خون ما و مردم مظلوم، دیگه توجه هیچ بر آدم غریب نداره. ما هستیم آدم غریب هستیم که در هر سر زیر پای هستیم، در هر سر پایمال هستیم، در هر سر تاوان میتیم. یک پیام کوتاه از شما اگر داشته باشم آقای موسوی. بفرمایید. یک پیام کوتاه اگر دارین. پیام کوتاه این است که ما خودم شخصا امید زندگی کردن در افغانستان ندارم. هیچ امید ندارم که افغانستان از این وضعیت بیرون شود. و در نهایت چه خواهد شد؟ آخرش فقط سالای سال ما شاید همی بودیم که غریب پایمال است، از این بعدش هم غریب پایمال است. فقط کسایی که زور داره، قدرت داره، بر از او بتفاوت است. یک بجار یا یک لتر تیل هم که در 200 افغانی برسه، یک بجار هم در 5000 افغانی برسه، بر از او بتفاوت است. ما هستیم که تاوانش میپردازیم، ما هستیم که روز به روز ضعیف شده میریم، روز به روز زیر خاک میشیم. یک جان سپاس جناب آقای موسوی از تماس شما. آقای موسوی از کابل در برنامه بود. فقط کسی که در ای به این زیان میکنه قشر فقیر و قشر نادار جامعه است که به گفته آقای موسوی اگر تیل و مواد غذایی و مواد اولیه تا هر مقدار بالا بره، اونایی که یک مقدار جیبشان پر هست هیچ مشکل برای اونا وجود نداره، میتونه که برای خودشان هم مواد غذایی تهیه بکنه و هم مواد نفتی. ولی این مردم فقیر هست که با اندکترین افزایش در نرخ ها زندگیشان تغییرات ایجاد میشه و مشکلات زیادی برشون خلق میشه. با این حال در تماسایی که در برنامه داشتیم در کابل نرخ نسبت به بامیان حداقل پایین است. آقای حبیبی ظاهرا روی خط است از قندهار، از هرات. جناب آقای حبیبی سلام بر شما. آقای حبیبی سلام بر شما. سلام، وقت شما بخیر محترم. سلامت باشین. خوشحال شدیم که در برنامه وصل شدین آقای حبیبی. سلام. در شما بخیر، امید که خوب باشین. سلامت باشین آقای حبیبی. در کابل آقای حبیبی اول یک مقدار صدای تلویزیونتون رو پخش بکنین و یک مقداری هم فاصله بگیرین که بتونیم خوب صحبت بکنیم. و در ضمن بفرمایین که در کابل قیمت تیل دیزل به 101 افغانی فی لیتر و همون قسم پترول فی لیتر به 85 افغانی رسیده، در هرات چگونه است؟ بله، در هرات هم مدت 3-4 روز میشه بسیار قیمت های تیل بسیار بالا رفته و مردم بسیار پریشان هستند. از لحاظ دیگه مواد غذایی خصوصا آرد و روغن بسیار بالا رفته، کسی کنترل بر بازار ندارن و متاسفانه وضعیت مردم بسیار قابل تشویش است و بحرانی است. اگر یک فیصدی را بکنین چقدر نسبت به یک ماه گذشته یا دو هفته گذشته تغییرات ایجاد شده؟ واقعا اگر به صورت فیصدی حساب کنیم بسیار، یعنی 25% از لحاظ قیمت ها تغییر کرده، خصوصا در قسمت مواد دختی. بله. و تیل که بسیار قیمت سسانواره که در مدت کوتاهی قدر تغییرات بیاید. و در قسمت مواد غذایی چقدر تغییرات ایجاد شده؟ خب شما میبینیم که طوری که آرد دو هفته پیش میدیدیم که 2400 اینا بود، این حال به 2900 اینا رسیده. خوشتر قیمت بالا در یک مدت کم قدر بالا قیمت ها بالا شده، در صورت که آرد سابق هم از امو کشورهای، اگر منظور دولت مردم هایی است که جنگ اوکراین تأثیر گذار است، خب جهان کلن قیمت ها افزایش یافته، ولی تا این حد نه. یک تعداد دوستان معتقد هستند که افزایش نرخ در بازارهای افغانستان از مواد غذایی تا مواد سوختی یک علت مشکلات خود افغانستان و مشکلات بانکی هست که هنوز حل نشده. یک تعداد دیگر معتقد هستند که نرخ در بازار جهانی افزایش پیدا کرده و یک مقدار هم جنگ اوکراین تأثیر گذاشته. شما طرفدار کدام باور هستین؟ ببینین، جنگ در اوکراین خب واقعا تاثیرگذار بوده، چون ما همسایه جمهوری اسلامی ایران هستیم و بازارهای ایران تا حدود دست ما هست. بله. ولی در افغانستان کنترل بازار توسط حکومت باید بسیار کنترل شود
و مردم چون از لحاظ اقتصادی در حالت بسیار فقر و بدبختی ما زندگی میکنیم، چی در شهر کابل چی در تمام ولایت های افغانستان کار نیست و اقتصاد چرخه اقتصاد بسیار به شکست مواجه شده. به نظر من دولت مردا باید یک راه حل و یک راهکار و یک کنترل بر بازار داشته باشند، طوری که پیشتر برادر ما از بامیان گفت یا از نای شش ننگ داده بودن، اونا گفتن بازار فعلا دست مافیاست و مافیا هر نرخی و هر قیمتی که بر اجناس خود میذاره کسی نیست که از اونا پرسان کنه. و شاید هم اگرچه که در حکومت پیشین اگر همچه مواردی پیش میامد میگفتن که دولت مردا دست دارن و که الان هم فکر کنم همین چیز باید باشه، چون سر خود نمیتونن کسی همچی بازار را مثلا با هم تطابق بدن و بسیار قیمت را افزایش بدن. یک جان سپاس. جناب آقای حبیبی لطف کردن از هرات تماس گرفتن. آقای حبیبی بودن در هرات. هم 20-30% نرخ بهای نفتی افزایش پیدا کرده، همون قسم مواد اولیه هم قیمتش افزایش پیدا کرده که نگران کننده هست. در حوزه غربی کشور در هرات، ولایت زیبای هرات، تا هنوز ما سر نخوردیم به ولایت و شهری که قیمتها ثبات داشته باشه و مو نرخ چند ماه گذشته یا حداقل چند هفته گذشته پا بر جا بمانه. نرخ ها حتما بلند رفته در ولایت مختلف و در شهرهای مختلف، که ما دوست داریم از زونهای مختلف در برنامه امشب تماس داشته باشیم، بخصوص از مزار شریف که هم مرز هست و از مزار شریف بیشتر مواد نفتی افغانستان از شمال افغانستان وارد میشه. دوست داریم که تماس داشته باشیم. و آقای بخت‌الله از مزار روی خط است. خوشحال هستیم که آقای بخت‌الله رو با خود داریم. سلام بر شما. خوب هستی بیادت جان جور بخیر. سلامت باشین آقای بخت‌الله. خوشحال شدیم که در برنامه وصل شدین. بفرمایین مزار جایی که مواد نفتی بیشتر به ولایات مختلف صادر میشه قیمت چگونه است؟ تماس آقای بخت‌الله متاسفانه قطع شد. دوست داریم که دوباره آقای بخت‌الله را در برنامه با خود داشته باشیم. منتظر تماس آقای بخت‌الله میمانیم و مطمئن هستیم که حتما در برنامه تماس میگیره. تا او زمان اگر اجازه باشه دو تا کامنت هم به خانش بگیریم، ببینیم که نظر دوستانی که در برنامه کامنت گذاشته هم چی هست. مثلا آقای طاهر حسنی کارزی نوشته، گفته بالا رفتن قیمت تل برابر است با خالی شدن جیب خالی مردم فقیر و بیکار افغانستان. دولت اگر کنترل جدی و همه جانبه نداشته باشد، خیلی استفاده جویان از این وضعیت پیش آمده استفاده نموده و مردم را بار دیگر در زندان فقر و تنگدستی سالهای سال زندان خواهند کرد. که آقای کارزی منتقد هست به این وضعیت. آقای خاوری، انور خاوری هم نوشته، گفته چه بگویم از وضعیت دردناک کشور. قیمت کدام جنس در افغانستان به حالت متعادل نسبت به کشورهای همسایه است. همش به فکر دزدیدن از جیب مردم مظلوم و فقیر است. تا اینجا هم تماس ها و هم کامنت ها انتقادی هست، هم روی سرمایه گذاران و روی تاجرانی که اجناس وارد میکنه در افغانستان و هم روی حاکمان جدید و حکومت، که به گفته دوستانی که تماس گرفتن و کامنت گذاشتن این است که یک کنترل جدی تا هنوز در بازار وجود نداشته و این انتقاد همچنان ادامه داره. مثلا آقای خاوری اشاره ای داشته به فسادی که در حال حاضر همچنان وجود داره. اخیراً هم روزنامه وال استریت جورنال گزارش دادن که مقامات حکومت پیشین اختلاس‌های میلیونی کردند، که اشاراتی داشتند به بعضی از مقام‌های حکومت پیشین و به بعضی از اعضای کابینه حکومت وقت که در کشورهای اروپایی، آمریکایی و کشورهای عربی برای خودشان ملک‌های بسیار مجلل ساختن و زندگی بسیار شیکوپیک برشان درست کردن، که به یک نحو نشان میده که فساد از حکومت پیشین در 20 سال گذشته وجود داشته و تا هنوز هم این فساد به گونه کامل ریشه‌کن نشده. چیزی که آقای خاوری میگه، آقای خاوری مثلا نوشته گفته که
همچنان دزدیدن از جیب مردم در افغانستان وجود داره که نشان میده فساد به گونه کامل صفر نشده. ولی او طرف سکه قضیه این است که حکومت نشان داده که در قسمت جمع‌آوری اواید نسبت به حکومت پیشین خیلی خوب عمل کردند. اخیراً هم گزارش نشدن که در قسمت جمع‌آوری اواید این حکومت به مراتب بهتر از حکومت پیشین بوده که تخمین هم زده شده که تا پایان سال جاری 1.7 میلیارد دلار اواید داخلی در سراسر کشور جمع‌آوری شود که رقم بسیار درشت است نسبت به حکومت پیشین. ما امیدوار هستیم که این انتقادی که آقای خاوری از فساد در حکومت داشته، این انتقاد هم دیگر وجود نداشته باشه و بحث فساد به گونه کامل ریشه‌کن شه. و چیزی که حکومت و حاکمان جدید همیشه به او اشاره کرده، گفتن که مبارزه جدی با فساد و فساد پیشگان همچنان ادامه دارن. در از موضوع امشب خیلی دور نشویم، برمیگردیم به موضوع امشب، قیمت تیل و افزایش بی سابقه مواد نفتی نه تنها در بازار کابل که در بزرگ شهرهای مختلف و ولایات مختلف در کل سراسر افغانستان. قیمت تیل در کابل، قیمت تیل دیزل فی لیتر به 101 افغانی رسیده، قیمت پترول هم به 85 افغانی این روزها مبادله میشه. در بامیان قضیه فاجعه است و نرخایی که مبادله میشه، یک لیتر تل دیزل به 110 افغانی و پترول هم به 78 تا 90 افغانی مبادله میشه که نسبت به کابل اگر ببینیم حداقل در 10 افغانی تفاوت داره در قسمت تل دیزل و 5 افغانی هم تفاوت داره در قسمت تل پترول، که همون قسم در ولایت مختلف نرخ ها ثابت نیست، ولایت مختلف نرخ های مختلف. دوست داریم که از ولایت مختلف تماس داشته باشیم، ببینیم که در ولایات مختلف در زون های مختلف وضعیت چگونه هست. این وضعیت انتقادات و اعتراضاتی را هم به همراه داشته. در دو روز گذشته شمار از رانندگان در کابل دست به اعتراض زدن که نمیتونه با این قیمت تیل مصارف حداقل روزانه ایشان پورا بکنن. یک تعداد از رانندگان اعتراض داشتن که از صبح تا شب فقط به اندازه‌ای میتونه کار بکنه که قیمت تیلی که اینا به او تیل در موترهایشان اضافه میکنه ممکن همونا را تکمیل بکنه، نه بیشتر از اون. ادامه کامنت ها، حبیب الله قاسمی نوشته گفته البته قیمت مواد اولیه در مجموع بلند و سرسام آور است، آن هم در شرایطی که فقر و بیکاری و خوشسالی نیز مشکلات عمده و جدی را روی زندگی مردم وارد کرده است. اما در اثر افزایش قیمت تیل بر علاوه این که قیمت ها بلند است، نرخ و کرای انتقال مواد نیز بلند رفته و تاثیر مستقیم روی بلند رفتن نرخ کالاها دارد که خود مشکلات را چند برابر می سازد و توان خرید را از مردم می گیرد. حکومت مسئولیت دارد نرخ ها را کنترل نماید، از تیل گرفته و تا تمام مواد خوراکه و امثال هم، یعنی بازار را از دست مافیا بیرون بکشد، تولیدات و واردات و قراردادها را با بچه خاله و قوم خویششان امضا نکرده و قانونمند بسازد، کاری که در حکومت قبلی نشد و از حکومت فعلی هم انتظار چندان نیست. خواسته های مشخص مطرح میشه، این که باید میکانیزم حکومتداری مشخصتر و شفافتر باشه. در قسمت عقد قراردادها مثلا آقای قاسمی اشاره‌ای داشتن به عقد قراردادهایی که دیگر نباید بر اساس ضوابط باشه، بر اساس روابط باشه، که همون قسمی که اشاره‌ای داشتن که در حکومت پیشین قراردادها بیشتر با خاله و بچه خاله و قوم و قبیله و خیش قراردادها عقد میشد، در این حکومت خواسته مردم این است که شفافیت مد نظر گرفته شود و با فساد به گونه جدی آنچه که خود حکومت میگه با اصل و با مفهوم واقعی فساد با او مفهوم برخورد شود، با کسانی که دست به فساد میزنن
همچنان انتقاد مردم این مسئله هست. علی خادم رستگار هم نوشته گفته در زمان امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام بیت المال بین همه اقشار مختلف جامعه به صورت مساوی تقسیم میشد، حتی بین اغنیا، برای اینکه روزی نرسد که اغنیا به کسانی که بیت المال یا خیرات میگرفتند مردم فقیر را تهنه دهند. اقتصاد اسلامی جمع‌آوری بیت المال و توزیع بیت المال بین مردم است، که این هم کامنت آقای رستگار بود. و عبدالله علیزاده هم نوشته گفته خالی شدن جیب مردم مهمترین تأثیر آن، و دولت مکلف است تا بداند تا باندهای مافیایی کامل این چالش هاست را مدیریت و کنترل کند. این هم یک سری از مجموع کامنت هایی که شما در برنامه خودتان کامنت گذاشتین. همچنان از شما میخواییم که پول ارتباطی دیگر شما به غیر از شماره تماس برنامه اینجا صفحه فیسبوک ما هست، شما میتونین به صفحه فیسبوک برنامه با مردم مراجعه بکنین، به ما کامنت بگذارین. حتما کامنت های شما اینگونه به خانش گرفته میشه. خوب است از فرصت استفاده بکنون، وقت داریم. از شما دوستان میخواییم که در صفحه فیسبوک ما با مردم مراجعه بکنین، حتما با ما موضوع شریک بسازین، موزل اصلی جامعه چه هست با ما شریک بسازین. ما حتما در برنامه‌های بعدی روی موضوعات پیشنهادی شما صحبت خواهیم کرد و بیشتر روی موضوعاتی که شما میگین خواهیم چرخید. آقای علوی از مزار شریف روی خط است. جناب آقای علوی سلام بر شما. سلام دوست عزیز، عصر زیبایتان بخیر. سلام خدمت تمام کارکنان تلویزیون بسیار پاک و زیبای تمدن و تمام عزیزان همشهریان وطندارای عزیزی که صدای ما را میشنوند. سلام، عرض ادب دارم خدمت سلام بر شما. شما لطف میکنین آقای علوی، خوشحال شدیم که شما را در برنامه با خود داریم. دوست داریم بشنویم از زبان شما و نرخ مواد نفتی را در شهر مزار شریف. متاسفانه که در آسمان در همه جای یک رنگ است، هیچ تفاوت نمیکنه. اگر در کابل 100 افغانی باشه، در مزار شریف هم 100 افغانی است. اگر در اینجا هر نرخی باشه، در کابل هم همین چیز است. متأسفانه در یک قیمتای بسیار ناچیزی هم اگر در شهر مزار شریف ارزان تر باشه، ولی در شهر کابل چون مرکز است، پایتخت است، از نامش پیداست، از یک پشتو زبان یک ضرب المثل براتون بگویم، یک ضرب المثل پشتو. از یک پشتو زبان پرسیدن، برادرای پشتون ما پرسیدن که در حال زردک خوردن بود، یک نفر فارسیوان آمد گفته یعنی زردک که میخوری شیرین خوشمزه است یا تلخ است یا چی رقم یا مزه نداره. همین پشتو زبان روی خود بالا کرد گفت گذر سکه خراب و گره، گفته که مزهش چی میکنی ترقصش سیکو. اینال کابل با این که مثلا سرسام‌آور جمعیت هست، با این که مثلا ازدحام کلن در پایتخت هست، ولی پایتخت متاسفانه با این که مثلا دولت اونجا به قول خودشان حاکم هستن بر همه چیزا، متاسفانه قیمت اونجا بالاتر نسبت به شهر مزار شریف است. بازم شهر مزار شریف نسبتا 10 افغانی تا 15 افغانی قیمت ها کمتر است اینجا، ولی متاسفانه بیکاری هم دیگه هر چی که کمتر باشه، باز دیگه کار کم باشه، مردم اینجا سرگردان است. نرخ میبرن بالا، تکسی ها مجبور است، یعنی یا تکسی یا رکشا یا تونس هر چیزی که است. تونس ها رو مطلق در شهر مزار شریف جمع کردن، ولی بعد از چند حمله انتحاری که شد، که متاسفانه یکی از اقارب ما در امو حمله انتحاری شهید شد بنده خدا. و متاسفانه که دیگه اینجا اینا که کرایه رو میبرن بالا، مردم هم اینجا به رکود اقتصادی مواجه هستن، به خاطر که کار نیست، اقتصاد نیست، پیسه نیست، مردم هم مجبور هستن که هم کرایه تکسی ها و مثلا سواری ها و یا هر چیزی هست که به نرخ تل میبرن بالا، اینا مجبور هستن پرداخت کنن. پس بازم فشار روی گرده قشر مستضعف جامعه. بله آقای علوی، با وجودی که شما بندر حیرتان مال شماست و شما حیرتان ندارین، نرخ فیلتر تل دیزل و فیلتر تل پترول در مزار شریف دقیقا چیگونه است؟ فعلا دیزل در خانه 93 افغانی، 90 افغانی،
و تیل پترول هم در اینجا در خانه 83, 85, 80 افغانی چکر میزنه در همین قیمت های. درست است بندر حیرتان ما داریم. من پیشتر ضرب المثل خود براتان گفتم که گذر سکه خرابی و گره فامین شما آن هم خراب هم خراب زردگ شما گرفتین با خاطر دیگه میگین حیرتان. این حیرتان درست است. حیرتان اینجا حاکم هست سر شهر مزار شریف. متاسفانه از دورایی حیرتان رای خود کج میکنه میای سمت کابل. بله ما اگه اوی صاحب رو بگوین جناب مسیح ما چیرم داریم بندر آقینه رم داریم از میمنه ولی خب متاسفانه کلگیش میای و از همینجا تیر میشه میره. آسمان یک رنگ است عزیز دل برادر. آقای علوی به نظر جا. شما علت چی بودن میتونه که به یک باره قیمت مواد نفتی و او هم به گونه بی سابقه در سراسر کشور افزایش پیدا میکنه؟ نبودن ارز، نبودن پول، پرداخت نکردن پول و دیگه اعتماد که سرمایه‌دارا اعتمادی که تاجرها داشته باشن، چون به خاطر که دولت امارات را فعلا به رسمیت نشناخته جامعه ایرانی و این سرمایه‌دارا و این پولدارا و این تاجرای ملی که هستن فعلا به هیچ گونه کردیت باز نمیکنن روی دولت امارات. میگه فردا اگر این سقوط بکنه ما این بیاییم مثلا سرمایه گذاری بکنیم بله. فردا چی میشه تکلیف ما؟ بر روی امی حساب وقتی که دولت امارات رو به رسمیت بشناسه تجار هم دل میکنه مثلا بیای تجارت بکنه. تمام چیز سرسام آور شده برادر. مثلا یک بجیاد در 2950 افغانی، یک بجیاد که 700 بود، شما ببینین که مثلا به نرخ تورم اینجا شد 100% دیگه. دلی. خب 100% شد دیگه، آمد بالا. خب فشارش روی کیست؟ فشارش روی گرده ملت است. کدام ملت؟ اما قشر آسیب پذیری که همیشه لب سرک یا دست فروشی میکنه یا بیلوکولنگ داده شان از اصاد است که یک کار روزمره گیرشان روید. به حال اونایی که تاجر هستن، به حال اونایی که بنکدار هستن، به حال اونا چی فرق میکنه؟ نه. اونا مثلا اگر امروز خواسته باشن مثلا یک کیلو لوبیا را یا یک قطر روب را اگر امروز 70 پر بفروشه، بفروشه وقت تورم شد اونا فورا مثلا میبرن بالا. خب 90 افغانی میکنن. اینمال یک قطر روب در شهر مزار 140 افغانی است. خب 70 افغانی بود. خب این نرخ تورم 100% شد. پس اینجا وظیفه کیست؟ وظیفه دولت است که باید کنترل بکنه. وظیفه دولت است. خب وقتی تجار به تو اعتماد نمیکنه، وقتی تجار نمی سرمایه گذاری نمیکنه، تو سرمایه گذاری کو. تو از بیت المال، از اونایی که مثلا وزیر مالیه میگه مثلا ما چقدر امی رئیس مالیات وزارت مالیه اعلان کرده بود در صفحات چیز تلگرام اعلان کرده بود که مثلا چقدر ما هزینه ما چقدر مالیات ما بالاست. خب مردم مالیات پرداخت کنه. خب مردم درست است، از دارایی مردم مالیات پرداخت کنه. وقتی که نداشته باشه کف دستی که مو نداشته باشه تو بکن چی رقم میکنی برادر بزرگوار من؟ بله. خب آقای... خود دولت باید به سرمایه گذاری کنه، خود دولت باید واردات داشته باشه، خود دولت بره مثلا بخره بیاره. مثل ایران، مثل پاکستان. پاکستان اینمال یک کلم جنس چی لوازم برقش، چی لوازم دارویش، یک کلم دیگه از خارج از چین وارد نمیشه. ولی متاسفانه ما مصرف کننده از ما 24 تا از چین، حتی امی دسمال بینی ما، دسمال دماغ ما بسیار روز رو میخواییم که دماغ خود پاک میکنیم از چین وارد میشه. پس ما تولید داخلی نداریم. خب اگه نداریم خمی دولت لطف کنه اموره یک بنگاهی رو واس کنه، بره از خارج بخره بیاره با همون قیمتی که از اونجا میخره بیاره برای اینجا بده. قزاقستان اعلان کرد گفت من یک بجیاد 850 افغانی بر تاجر افغانی میتونم. خب پس چرا میایی در بازار 3000 افغانی میشه؟ بله. خب پس اینجا دست محتکر و احتکار در کار است نه؟ آقای علوی وقت برنامه چون که کم مانده، یک پیام و یک جمله کوتاه از شما، یک پیام کوتاه به تاجران و یک جمله کوتاه به حکومت. فقط و فقط یک جمله بسیار مختصر، فقط عدالت عمری و عدالت علوی رو باید برقرار کنه. و سلام. یک جان سپاس جناب آقای علوی. از مزار شریف، حکومت و تاجران باید حکومت علوی و حکومت عمری را در جامعه تطبیق بکنه. این پیام آقای علوی بود، به دلیلی که انتقادات بسیار زیاد هم از حکومت و هم از سرمایه گذار وجود داره که حکومت کنترل جدی روی بازار نداره، گاهی دست به فساد
میزنن، مقامات حکومتی و تاجران آن طرف دست به احتکار میزنن و چیزی که نرخی که باید به مردم به فروش برسه اون نرخ چند برابر به فروش میرسه، که ای از یک طرف مردم را با مشکلات جدی مواجه ساخته و از طرف هم زندگی را بر مردم بسیار تلخ ساخته. از کابل جناب آقای میرویس روی خط است. آقای میرویس سلام بر شما. سلام علیکم. آقای میرویس خوشحال شدیم در برنامه وصل شدین. بفرمایین وضعیت بهای نفتی در کابل چگونه است؟ محترم، از اول خوش سلام برای شما و برای بینندگان شما. این جنگ مصرف زیاد تل را دارد. همین کشورها مجبور هستند که تل را ذخیره کنند. بله. تا بتوانند سر پای ایستاده شوند و شکست نخورند. ما از خداوند جل جلاله بخواهیم که میرزلینسکی رئیس جمهور اوکراین از تکیه کردن به آمریکا و ناتو خودداری کند تا این جنگ خاتمه بیابد. بله. وگرنه تا 500 افغانی هم این میرسد. و از این فرصت هم ما باید استفاده کنیم که این قراردادهای بین المللی شرکت ها باید دولت افغانستان از این فرصت استفاده کنه و تل زیر زمین بکشه بروی زمین. این فرصت خوبی است برای افغانستان. یعنی از منابع زیرزمینی ما باید در شرایط فعلی استفاده بکنیم، بهترین فرصت هست. استفاده کرده میشه به خاطر از اینکه حال امنیت نمیسنجن مردمای کشورهای خارج. تقاضای تل بسیار بالا است. هر کس آمادگی داره که بیاید که این قرارداد برای خود بگیره. خداوند برای ما شما همین زمینه را جور کرده، از این زمینه استفاده کنیم، پیشرفت افغانستان جور میشه انشالله. چقدر خوشبین هستین که حکومت همی ظرفیت داره که بتونه از این فرصت استفاده بکنه؟ فقط تقاضا بکنه. شرکت‌های بین‌المللی به دنبال پیسه هستن یا اینا ریسک دیگه نمی‌کنن. ولی تل به قیمت بالا فروخته میشن. بتونه فیصدی به افغانستان به 50% یا 30% به افغانستان، به هر صورت اگه به 30% هم به افغانستان به من 70% هم توضیح کنم یا به افغانستان میسرپن. از این بحران ما هم میگیم ما شما کشیده میشیم. یک میگه یک شهر بخزه که خیر ما شه. همین شهر خزیده شده، به این نزدیک کشورا جنگ افتاده شده. همین افغانستان از مشکلات میبره انشالله. تا رفع این مشکلات به نظر شما چه مشکلات جدید افزایش قیمت ها به مردم وارد خواهد کرد؟ نفهمیدم محترم. با توجه به پیشنهادی که شما داشتین، عقد قرارداد جدید با شرکت ها و کشورهایی که در قسمت استخراج معادن زیرزمینی افغانستان، تا اون زمان فکر نمی کنین که مردم بسیار در تنگنا قرار می گیرن؟ امکان از این است که اگر این جنگ در بگیره این طولانی مدت میشه جنگ. تقاضا زیاد می شود. این شرکت ها حتی امکان از این است که سر از این دوبلایی بسیار بالا کنند. فقط یک حکومت افغانستان تقاضا بکنه، اینا خود از این سرمایه گذاری میکنند. این کاغذ های رنگی و بیش از زیاد تل ضرورت داره در جنگ. با کاغذ رنگی خونه میشه جنگ کرد. در هر جایی که حالا تل باشه هر شرکت ها داخل میشه. از زیر زمین دلار رو میکشه بیرون میکشه. خوب فرصتی است که کشور برای ما شما برابر شده. خداوند آرامی را آورده، دیگه مسلمانی برابر شده، رشوت یا گم شده. این فرصت را خداوند برای ما شما جور کرده باشه. بله، بسیار زیاد تشکر جناب آقای میرویس از کابل. پیشنهاد آقای میرویس پیشنهاد بسیار خوبی است که اگر حکومت بتونه که در شرایط فعلی به نحو احسن از این فرصت استفاده بکنن و بتونه که از منابع زیرزمینیشان بتونه نفت افغانستان استخراج بکنه، هم از یک طرف اشتغال زایی میشه برای مردمی که گراف بیکاری بسیار گسترش پیدا کرده، و از طرف هم ای روی اقتصاد افغانستان و روی قیمت مواد نفتی فوق‌العاده تأثیر میگذاره. ولی این نیاز به یک برنامه دراز مدت داره، نیاز به یک برنامه بسیار حساب شده که بعید میدونم به این زودی ها امکان پذیر باشه. هرچند در ماهای پسین استخراج نفت از بعضی ولایات آغاز شده که باید ببینیم و منتظر بمانیم که چه خواهد شد و تا چه اندازه موفق خواهد بود در این زمینه.
از فرصت استفاده میکنیم یک دو تا کامنت هم به خانش میگیریم، چون که داره وقت برنامه به سمت پایان نش حرکت میکنه. عظیم پویا نوشته، گفته درود بر شما و همکارانتان، تشکر. گفته فکر میکنم بلند رفتن قیمت تیل برای طبقه پایینی جامعه خیلی سنگین تمام میشه. مثلا کرایه موتر بلند رفته، کسانی که مریض دارن نمیتونن موتر با کرایه گزاف بگیره. این هم یک از مشکلات اساسی جامعه است متاسفانه، که بلند رفتن کرایه موتر بر قشر فقیر جامعه بسیار واقعا سنگین تمام میشه. اون قسمی که آقای پویا به اشاره کرده، از جمله گرفتن یک موتر به خاطر انتقال بیمار یک شخص. در طول صحبت‌هایی که دوستا داشتن، تماس گرفتن، دلایل متعدد ارائه کردن به خاطر بلند رفتن قیمت مواد نفتی در کشور، ولی خب اتاق تجارت و صنایع باور به این داره که دلیل اصلی این مشکل در واقع عدم انتقال پول از افغانستان به کشورهای بیرونی است، که تاجران نمیتونن به صورت قانونی پول انتقال بکنن و وارد داد و ستد شون، بتونن که نفت وارد افغانستان بکنن در به یک نحوی. افغانستان در حال حاضر زیر تحریم های شدید امریکا قرار گرفتن، نمیتونه که تاجرا به گونه آزادانه و اون طور که در حکومت پیشین تاجرا مبادلات تجاریشان ادامه میدادن، در حال حاضر چون این چیزی نیست. و از طرف هم یک عضو تجارتی اتاق تجارت سرمایه گذاری گفته هر تاجری که خواسته باشه به خارج از کشور پول انتقال بده، مجبور است در ازای انتقال 100 هزار دلار تا 4 هزار دلار به کمیشن کارا پرداخت بکنه، که این تاجرها رو بسیار صدمه میزنه و کار سخت ساخته در زمینه مبادلات پولی و در زمینه مسائل اقتصادی، که یکی از دلایلی که اتاق تجارت و سرمایه گذاری به او اشاره میکنه همین بحث مشکلات بانکی است، که حکومت هم خواستن که هرچی زودتر باید این مشکل برطرف شود، تایی که بتونن آزادانه و وارد تجارت با کشورهای همسایه و منطقه و حتی جهان شود و مشکلات اقتصادی افغانستان برطرف شود. اگر امروز قیمت مواد غذایی و اگر امروز قیمت مواد نفتی در بازارهای کشور از کابل تا هرات، قندهار، مزار و ولایات مختلف بلند هست، یکی از دلایل محکمش به باور اتاق تجارت و سرمایه گذاری همین مسئله است. ولی باور دیگر این است که نرخ جهانی، بلند رفتن نرخ جهانی و از طرف هم بحران اوکراین و جنگ هایی که بین روسیه و اوکراین جریان داره، یه هم روی وضعیت در کل جهان در کشورهای منطقه و همون قسم در افغانستان هم تأثیر گذاشته. قیمت ها بلند رفته و هیچ شک نیست که این مسئله هم بدون تأثیر نبوده در حال حاضر. بحث دیگه ای که وجود داره، گفتن از زمان روی کار آمدن این حکومت در 10 ماه گذشته روند داد و ستد پول از طریق بانک های افغانستان به خارج از کشور دچار مشکل شده. در حال حاضر سیستم سویفت، سیستمی که مبادلات تجارتی تقریبا عمومی شده در تمام جهان، از همین طریق مبادلات پولی صورت میگیره، در افغانستان غیر فعال است. یکی از خواسته های بسیار جدی سرمایه گذاران و تاجران همیشه همین مسئله بوده که هرچی زودتر سیستم سویفت دوباره در افغانستان فعال شود. بحث دیگر همچنان بحث بلند شدن کرایه های موتر در کابل و ولایات مختلف هست. بیشتر تماس داشتیم از بامیان هم، که مسیرهایی که قبلا کرایه موتر 20 افغانی بود، حالا حداقل 10 افغانی اضافه شده، 30 افغانی شده. در کابل بعضی مسیرها کرایه های موتر دو برابر شدن، یعنی که کرایه موتر اگر قبلا 10 افغانی بود فعلا شده 20 افغانی، اگر 20 افغانی بود شده 40 افغانی، که به یک نحوه حق هم دارن رانندگان با توجه به نرخ بلند تیل که نمیتونن حداقل همون مصرف روزانه ایشون رو تکمیل بکنن با نرخ قبلی کرایه های موتر. بعضی از رانندگان در کابل هم دست به اعتراض زدن، خواستن که هر چه زودتر این مشکل حل شود، در غیر او وسایل نقلیه‌شون رو متوقف میکنن، گفتن دست از کار میکشیم، که هم یک موزل جدی است و باید حکومت هر چه سریع روی این مسئله هم یک بررسی داشته باشه و قضیه حل شود. از طرف هم
بحث دیگه ای که این روزها مطرح میشن در کنار مواد نفتی، قیمت مواد غذایی هم بلند رفته. هنوز هم هیچ کاهش در قیمت مواد غذایی ما نمیبینیم، همچنان نرخ بلند هست و شکایات بسیار زیادی هم در این قسمت وجود داره که حکومت تا هنوز نتونستن نرخ بازارها را ثباتش حفظ بکنن. به این مشکل جدی است. ادامه کامنت ها، امین الله حمیدی نوشته گفته چون وقتی برنامه تقریبا به پایان هست، 1.5 دقیقه فقط فرصت داریم، پس کامنت ها رو میخوانیم. آقای حمیدی نوشته گفته فعلا وضعیت افزایش قیمت کالا تحت کنترل نیست، هر اتفاق بدون اراده به جا میفتد، باید مسئولین راه حل و بیرون رفت این موزل را جستجو کنند. پس معنی حکمرانی وقایع پیشبینی و مثل تدبیر حضرت یوسف علیه السلام بر سالهای بعدی بود. متین احساس هم گفته شما به من بگویید چیز قیمتش پایین است که تیل از انگوش شمارانی آن جمع باشد، فقط بالا رفتن تیل به نفع موتروانهای دزد کابل شده که به هر بهانه دست به دعاست که تیل بالا برود و مثل گوسفند مسافر بنشانند و با هر قیمت دلشان شد کار کنند و حکومت هم که انگار نه انگار. خب کامنت ها چون وقتی برنامه به پایان رسیده، از دوستانی که کامنت هایشان به خانش گرفته نشد ما پوزش میخواییم، حتما در برنامه های بعدی کامنت هایشان به گونه کامل به خانش گرفته خواهد شد. از شما دوستان میخواییم که همچنان با ما باشین و موضوع شریک بسازین با ما از طریق صفحه فیسبوک برنامه با مردم و ما حتما در برنامه های بعدی روی موضوعات پیشنهادی شما صحبت خواهیم کرد. تا هفته بعد و یک برنامه دیگر، بدرود. داره که یک جنگ زرگری باشه، یه هم مکنه باشه.